افغانستان در دو ماه گذشته در خون تپید و در میان دود و بارود نفس کشید. دو ماهی که در 20 سال پسین پیشینه نداشتند. در همین دو ماه بیش از 100 ولسوالی افغانستان به دست طالبان افتادند. حکومت آمار تلفات طالبان را تنها در یک ماه پسین بیش از 6000 میگوید. آمارهای تولونیوز اما نشان می‌دهند که در یک ماه گذشته نزدیک به 650 نظامی و غیر نظامی در کشور در حمله‌های گوناگون به ویژه حمله‌های طالبان جان باخته‌اند. سقوط‌های زنجیره‌ای چگونه رخ دادند؟ علت‌هایش چیستند؟ مسئول کیست؟ بزرگترین مشکل در سقوط ولسوالی‌ها ضعف مدیریت در سطح نیروهای امنیتی و دفاعی بود. آمادگی برای یک چنین جنگ گسترده نبود، نه به جهت از اینکه طالب بسیار قوی بوده باشه، بلکه به جهت از اینکه ما آمادگی برای یک جنگ پارتیزانی را نداشتیم. در ولایت ها و قماندان های امنیه کسایی نبودند که اینا جنگی می بود و کسایی که جنگی بودن و جنگ کرده میتونستن، برای فعلا اونا در خانه های خود در کنج خانه نشستن. و اما وضعیت امنیتی امروز کشور چگونه است؟ برنامه های حکومت برای بهبود اوضاع و پسگیری بخش های از دست رفته چیستند؟ این موضوعات را با این مهمانان به بحث میگیریم. آقای سید محمد سادات نظامی پیشین، آقای محمد نسیم مدبر نماینده مردم بغلان در مجلس نمایندگان افغانستان و آقای غلامولی افغان نماینده مردم هلمند در مجلس نمایندگان افغانستان، به نام خدا و درود بر شما به محور خوش آمدید. اما در نخست وضعیت امنیتی و چگونگی وضعیت جنگی شمال و شمال شرق را از همکارم شریف امیری میپرسیم و سپس برنامه را با مهمانان ادامه خواهیم داد. شریف سلام، نزدیک به دو هفته است که در بغلان هستی. اول از بغلان بگو، آیا شهر پلخمری از محاصره و خطر سقوط بیرون شده است؟ با سلام، دقایق پیش از اینکه ما صحبت کنیم صدای درگیری ها شنیده می شد در حومه های از شهر پلخمری، در قسمت های از حوزه دوم و در قسمت های از بلاک ها. اگرچه دیشب و دیروز نیروهای دولتی کماندوها عملیات را برای انداختن و قسمت های از گودان ها را و قسمت های پایین تر از بلاک ها را و بندر مزار این بخش ها را دوباره به دست آوردن و در حدود 5 پازگاه نیروهای دولتی که به اداره طالبان رفته بودند اونا را پس گرفتند. دیشب کماندوها جابجا شد، قطعات نیروهای مردمی و ارتش جابجا شدند، ولی تا پیشتر هم جنگ در امو بخش ها صدای شنیده می شد. متاسفانه پیامد این جنگی بوده که در حدود 8000 خانواده آواره شدند و ناگزیر شدند که خانه هایشان را ترک بگوین. از این میان 1000 خانواده تنها در شهر از شهر پلخمری آواره شدند، یعنی از قسمت های بند دو بلاک ها و ای بخش ها آواره شدند و آمدن به شهر، و شهر هم پر است از نفر و خانه ها گنجایش ندارد. تا در یک خانه ما دیدیم که در حدود 17 خانواده از روی ناگزیری به سر می بردن و همچنان در حدود بیش از 100 غیر نظامی در این جنگ ها کشته و زخمی شده که به شمول زنان و کودکان است. چیزی که داری میگی شریف، پس هنوز تهدید پا بر جاست حتی بر مرکز ولایت بغلان، بر شهر پلخمری. در ولسوالی ها چه خبر؟ میدانیم که هنوز ولسوالی برکه و جلگه پس گرفتن نشدن، در ولسوالی خوست، نهرین، تاله و برفک، بغلان مرکزی و دهنه غوری چی میگذره؟ این در ولسوالی هایی را که خودت نام گرفتی، در حدود 8 ولسوالی میشه که در یک ماه گذشته اینا حداقل سقوط کرده. و جالب است که مثلا بغلان مرکزی، دوشی و خنجان اینا از ولسوالی هایی بودن که به نخستین بار است که، یعنی پس از
حاکمیت طالبان ولسوالی‌ها سقوط کردند، اگرچه دوشی و خنجان دوباره به دست نیروهای دولتی آمد. در خوست نیروهای خیزش مردمی تحرکات را داشتند، اما نتانستند که ای ولسوالی را به گونه کامل به دست بیارن. در بیشتر از بخش‌های جب نیروهای دولتی در حالت دفاعی به سر میبرن و یکی از انتقادهای مهم باشندگان پلخمری و در کل بغلان هم همی است که برنامه کلان به خاطر گرفتن این بخش‌ها تا هنوز را اندازی نشده، عملیات‌های تهاجمی تا هنوز بران انداخته نشده و همه نیروها در حالت دفاعی هستند. به گونه مثال در شهر پلخمری در قسمت های از بلاک ها و همچنان در قسمت های از بند دو نیروها فقط در حالت دفاع هستند تا اینکه مانع ورود طالبان درست دریافتی چرا شریف؟ آیا امکانات و تجهیزات در اختیار ندارند نیروهای دولتی که پیشروی بکنند، یا نه خیر دستور از بالا صادر نشده تا عملیات های تهاجمی را اندازی شود؟ ما با هر نظامی که در یکی دو هفته به گفتگو کردیم همین پرسش از او پرسیدیم که چرا عملیات تهاجمی نیست، اونا گپشانی است که دستور نگرفتن و دستوری که گرفته شده برای فعلا نمی است که باید از سنگرها و در جاهایی که جابجا هستند از او بخشا دفاع کنن، به ویژه امنیت شهر پلخمری و ای که خطای شهر شکسته نشه به این نیروها فعلا در اولویت است. درست. شریف، فراتر از بغلان کوتاه‌تر لطفاً، آیا وضعیت در ولایت‌های کندوز، فاریاب، سرپل، بلخ و تخار تغییری کرده یا نه خیر؟ چیز پیشرفت چشمگیری نبوده، نه در کندوز، نه هم در تخار و بخش‌های از بدخشان و فاریاب و سرپل و جوزجان و حتی مزار شریفی بخشا پیشرفت چشمگیر نبوده. قسمی که گفته شد وضعیت که در بغلان است، نیروهایی که در حالیت دفاعی در بغلان قرار داره بسیار مشابه است به ولایت های مثل کندوز، تخار و فاریاب و سرپل و جوزجان و مزار. سپاسگزار از حضور خودت شریف امیری، همکار ما که در بغلان به سر میبری، مواظبت باش. و ادامه برنامه با مهمانانمان اینجا در استودیو. آقای مدبر، با شما آغاز بکنیم. شما همزمان عضو یکی از کمیسیون های امنیتی مجلس نمایندگان افغانستان هستین. آیا دریافتین تا فعلا که علت های کلان سقوط های زنجیره‌ای و پی در پی در بخش های از کشور به ویژه در شمال و شمال شرق چی بودن، چی هستند؟ به نام خدا، عرض سلام دارم خدمت شما و همکارای شما و بیننده های شما. واقعا از دید ما سه فاکتور نقش اساسی داشت با این وضعیت. اولی که معاهده را یا قراردادی را که آمریکایی ها با طالبان بستند، اونا را در یک جایگاه بالا قرار دادن و یک تبلیغی به نفع طالبان صورت گرفت. فاکتور دیگه از این بود که گزینش های بسیار اشتباهی را که نظام داشت در سکتورهای امنیتی، و فاکتور سوم فاصله مردم از نظام بود. و این سه فاکتور دست به دست هم داد به برنامگی نظام نسبت به این وضعیت که یک باره آمد آمریکایی ها با طالبان قرارداد بست و حمایه هوایی و حمایش از نیروهای امنیتی برداشت. نظامی های ما شاید پیشبین این وضعیت نبودن و گزینش هایشان هم بدبختانه خیلی سلیقه‌ای و مطابق با وضعیت نبود. این عوامل دست به دست هم داد که با سرعت وضعیت به نفع طالب تغییر بخوره. این وضعیت قابل پیشبینی بود که باید همچون وضعیتی پیش بیاد، مگر در شرایطی که فعلا ما و شما قرار داره ماهیت طالب به همه مردم افغانستان هویدا هست. حالا مردم بسیج شدند که تا طالب از سر جایش بشانند. شما شاهد این بودین بعد از سقوط دوشی و خنجان تعداد زیاد از ولسوالی های بغلان بدبختانه هیچ گاه جنگ صورت نگرفت. این سقوط زنجیره‌ای که میگیم
یا به معامله ولسوالی ها سقوط داده بله. شد و بخش دیگه جنگ تبلیغاتی که آمد مسئولین ضعیف نظام باعث شد که ادارات یکی پشت سر دیگه سقوط بکنند و وسایل حکومتی به دست دشمن بیفته. شما دیدین یک بسیج ملی یا یک حرکت ملی کارساز بوده تا اینجای کار همی خیزش های یا بسیج ملی که شما دارین میگین آقای مدبر، مثلا در بغلان ولایت شما ولسوالی ها هنوز در اختیار طالبا هستند، بیشتری ولسوالی ها. ببینین حرکتی که از بغلان آغاز شد به بسیار سرعت دو ولسوالی از دست مخالفین حرکتی را که آغاز شد از اندرابا یک بخش هم که از سالنگا آمدن به بسیار سرعت ولسوالی خینجان ولسوالی دوشی از دست مخالفین آزاد شد مرکز و این روها به مرکز ولایت وصل شد و مرکز ولایت از محاصره راه شد. این کلش در ظرف چند ساعت به بسیار سرعت صورت گرفت. حال ما یقین کامل دارم که این حرکت در سایر ولایات افغانستان بخصوص در شمال در بغلان در ولسوالی های خوست فرنگ نارین جلگه در حالت شکلگیری هستم. شما دیدین وقتی که مردم حرکت کردن در ظرف چند ساعت این مسیر از وجود طالبا پاکسازی شدی ولسوالی ها این نتیجه چشمگیر است و مرکز ولایت که در چندین روز در محاصره بود رها شد. ما شک ندارم که در آینده نزدیک نه تنها بغلان اکثر ولسوالی هایش آزاد میشه از دست مخالفین، با کمک مردم در کنار نیروهای امنیتیش در سایر ولایات شمال این حرکت در حال شکل گیری است. این حرکت باید از قبل پیش بینی میشد، نظام پیش بینی وضعیت می بود که بدبختانه ولی شنیدین که نیروهای امنیتی در بغلان مشخص در پل خمری در حالت دفاعی هستند. بدون شک وضعیتی که پیش آمد او موجی که به وجود آمد سقوط پشت سر هم اجاب میکنه که نیروها در حالت تدافعی باشند تا خود بار دیگه انسجام بتن. شما میفهمید نیرویی که پراگنده شد از ولسوالیان امکاناتی را که دشمن در اختیار خود گرفت اجاب میکنه یک زمانی دوباره بازسازی شد و این نیروها بسیج شد و هماهنگ شد. من فکر میکنم در آینده نزدیک از این حالت حکومت بیرون میشه، از حالت دفاعی به حالت تهاجمی راه نداره. دفاع خودش به این وضعیت وضعیتی معقول نیست. دفاع تا چی وقت دفاع؟ من فکر میکنم در آینده نزدیک از حالت دفاعی به تهاجمی بره. سپاسگزار آقای سادات. علتهایی را برشمردن آقای مدبر، ولی بسیاری ها میگن که علتهای دیگری هم در کار بوده. کلانترینش خب روحیه است که آسیب دید گفته میشه و یک بارگی مثلا خروج نیروهای خارجی یک خلا را به گفته حکومت افغانستان به میان آورد، ولی تشکیلات ناقص در ولسوالی ها، کمبود تشکیلات خیالی یکی از علت ها گفته میشه، ارتش محلی که زیر اثر برخی از زورمندا و سیاستگرا ایجاد شدن، افراد اونا یا وابسته به اونا در این چوکات آمدن، پول های کلانی از حکومت گرفته شد، اما گفته میشه این ارتش یا این نیروهای مردمی در انگام سقوط هیچ کاری انجام ندادن. موافق هستین؟ فکر میکنین این مسائل هم دست به دست هم دادن تا سقوط های زنجیره‌ای و پی در پی به میان آمد؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما بینندگان تلویزیون تلو نیوز و مهمانان برنامه. یقینا کمبوتات وجود داشته، خو باید ما به باور هستم که نهادهای دفاعی و امنیتی افغانستان قبل از اینکه قوتهای ائتلاف و ناتو و امریکا از افغانستان میخواست خارج شوه، اینا یک پلان و برنامه منظمی را بر ارتباط اینمی و نقاط وزلجیش که از لحاظ آسیب رسانی که دشمن میتونه زبانه آسیب رسانه و اولین نقطه حمله برای دشمن باشه، اینا باید پلانای خود می داشتن، قبل از قبل آمادگی می داشتن، برای همچه یک حالتی آمادگی می داشت. اون نقاطی که مثلا قوتهای ناتو و ائتلاف برای قوتهای دفاعی افغانستان رها کرده بودن، اون نقاط وزلجیش بسیار مهم بودن. اون نقاط باید اینا اول خط مدافع درست تشکیل میدادن، قوت ها را انسجام میدادن، در اونجا اون نقاط دفاع میکردن. متاسفانه امی آمادگی وجود نداشتن، به یک سردرگمی و سراسیمگی اینا مواجه شدن. درست. که از اون لحاظ مورد تهاجم و حملات
طالب ها از نقاط مختلف اینا قرار گرفتن و طالب ها هم همین خالیگاه ها را درک کردن و گروه های تروریستی و غیره و بعضی استخباراتی که در حمایت از اینا قرار داشتن اونا این نقاط آسیب شناسی کرده بودن، درک کرده بودن، ولی از جانب ما همچو چیزی وجود نداشت که از اون لحاظ بود باعث شدن که اونا حملات خود در اون نقاط انجام بتن و شکستش کنن. متاسفانه که عاملای عمده و اساسی که ما در قطعات که در داشتیم که اونا نتوانستن در امو از امو موازی خود، موازی استراتژی خود اونا دفاع کنن، عدم آمادگی کامل این احضارات محاربی اینا برخوردار نبودن متاسفانه. تعلیمات درستی را هم بعضی پوسته های ما نداشتن متاسفانه. وقتی که در قطعه در حالت مدافعه باشه ولو بسیار قطعه خرد و کوچک هم باشن، حتما اونا موازی و خندقه های ارتباط و استحکامات خوبی می داشته باشه، باید در برابر یک کندکی که تهاجم میکنه یا هجوم میاره اینا درست. باید دفاع بکنه و از اون موضع و از الجیش خود. این نقیصه فکر میکنین این نقیصه را باید در سطح کلان رهبری نهادهای امنیتی جستجو کرد یا نه خیر در سطوح پایین؟ یقینا رهبریت بسیار مهم است. من خدمت شما پیشتر عرض کردم که باید استر درستیزی وزارت دفاع، قماندانای قول اردو، اینا یک پلان های خاص و منظمی را به ارتباط اینمی خروج قوت های ناتو از افغانستان اینا در ساحات خود می داشتن، در سطح قول اردوها، در سطح لواها و بالاخره در سطح ولسوالی. ولی شما دیدین سطح ولسوالی که ساقط میشه، این ولسوالی ها یک تعمیر نیست و یک چهارپوسته پلیس نیست، اینا یک اراضی، یک جغرافیای افغانستان است. تشکیلات تکمیل ندارن، بلکه بسیارشان خیالیستن. خب بعضی ولسوالی های هست شاید یک پوسته باشه که از لحاظ نام ام ولسوالی چشته باشه یا از وزلجش اصلی خود انتقال کرده یک جای دیگه، ولی امین نقاط هم ما خدمت شما گفتم که یک پلان اگر منظم وجود می داشت ما امو ترکیبی که در اونجا بودن که از لحاظ کیفی و از لحاظ کمیت و از لحاظ وزلجش ارزش نشانه نمی داشت اینا می تونست یک نقطه استراتژیک جابجا می شدن و موازی خود مستحکم می ساختن در دفاع از انمو خط و از الجیش که اساسی که از لحاظ استراتژیک برای کشور ما شما برای نقاط شهرهای عمده می بود و شهر عمده می بودن اهمیت می داشت، در اونجا جابجا می شدن و خط دفاعی خود مستحکم تشکیل می دادن و از اون نقطه دفاع می کردن. مورال بسیار ارزش داره، ما مورال پرسنل ما عزیز دادن، اما جنگ های تبلیغاتی روانی بسیار شدیدن ادامه داره. ما همین حالی که میام در همین جنگ تبلیغاتی دست این جنگ فکر می کنم بسیاری ها میگن شما نظامی ها میگین که بالاتر از جنگ است که در میدان های جنگ صورت میگیره، حکومت افغانستان کوتاه آمده چون یقینا ما امال یک صوت شنیدم که یک کسی از یک نقطه صدا میکنه که بی 52 روان کنین وضعیت ما خراب است. من فکر میکنم که همین نقطه ای که امو آدم همی صوت پخش کرده همی صوت جعلی است، همی صوت یک تبلیغ روانی است. بنان هم چه چیزایی تاثیر کردن که ما نتوانستیم همین تبلیغات هم خونسا کنیم، در عین زمان ما یک خط مدافعی مستحکم تشکیل بدیم و استر درسز و قوات های مسلح رزرف های خود را استفاده کرده، خط اول باید تقویه میکرد، ولسوالی هایی که ضعیف بودن تقویه میکردن، خطوط مدافع را تقویه میکردن، در برابر دشمن به یک قوت کامل استاد میشدن. ولی ما اگر در خط مدافع باشیم، احضارات درجه یک اعلان شوه، در می چهار نفری که ما شما در می خط شتیم، اگر ما در می خط زنجیری یک آتش درست داشته باشیم، دست به ماشه میشته باشیم، یک کندک اگر به ما شما از خود دفاع میکنیم. ولی متاسفانه که ما غافلگیر شدیم، یکی معاملات صورت گرفته، دو فروش پسته ها بوده، سه مسائل بسیار عمده و منفی بوده که تأثیر گذار بوده سر همزی عوامری که باعث شکست ما شده در خط تو دفاع. آقای افغان، پس چیزی که آقای سادات دارن میگن مسئولین درجه یک امنیتی و حکومتی اینا پاسخگو هستند در برابر این وضعیت فعلی و به میان آمده و مهمتری که فرزندان مردم هر روز کشته میشن، روزانه ما میبینیم تلفات نیروهای امنیتی را و غیر نظامی ها را همچنان، اینا کی باید پرسان بکنه از اینا به نظر شما؟ تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو و درنو ملمنو و تخنیک همکاران و ټول لیدونکو ته سلامونه و احترامات. وروسته راځو د افغانستان پیلي وضعیت او د شرایطو ته. ما په شخصي نظر په افغانستان کې مسؤلیتونه فرق لري. د افغانستان په پیلي شرایطو کې د امریکا او ناټو څخه رانیولې ان تر کومندان د بلوک پر یوه هم د رئیس حبیب جمهور نه نیولې، یوه هم د افغانستان په پیلي شرایطو کې خپل مسؤلیت درست نه دی ادا کړی. اغه خبره دا د ګوري ته سید ادواد و نیم کال کیږي چې دلته د سولې مذاکرات روان دي، امریکا خپل ځان وکشي،
امریکا و طالبانو سره تفاهم ته ورسېدل، خپل ځان یې محبوس کړي، مسنون یې کړي، ځان ته یې د وتلو زمینه برابره کړه، در حال چې دوی په دې نه خلاصېږي. د افغانستان په ټولو مسایلو کې که دوی د طالبانو سره هر کوم پالیسۍ له لارې مخته ولاړ شي، د افغان حکومت په اصطلاح ناکامه کېدل یا د منځه تلل دا په امریکا پورې تړلې موضوع ده. خو دوی دلته ځان وکړي، توپیري چلند یې وکړي، او افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ موضوع مبهمه پرېښول. په دوهم قدم کې رئیس اب جمهور د افغانستان هم خپل مسؤلیتونه درست ادا نه کړه. مثلا در کجای کار چیگونه مسؤلیتونه یې دا وه چې د افغانستان حکومت دا موضوع باید پر ځان تاوان کړی نه وای. کله چې امریکا ورته وویل چې موږ د افغانستان اوزو آمده یو، د خپل امنیتي ساختار راونه غوښتی، او د هغو وزیر دفاع او وزیر داخله او رئیس عمومي امنیت ملي څخه یې د وضعیت د محاکمې پوښتنه ونه کړل، خپل افغان پوځ یې ونه کتئ، خپل په اصطلاح قوتونه یې مستحکم او مستجم نه کړل. نو په داسې وخت کې د ده دپاره پکار دا وه چې هېڅکله امریکا ته د دې اجازه ور نه وای ورکړې، او ده ورته ویلي وای تر څو چې زموږ هوایي ځواک پر پښو ونه دروي، او موږ د خپل تمامیت ارزی نه دفاع ونه سو کړلی، او تاسو په افغانستان کې توریریزم این او آن ونه ځپئ، جنګ سپرې نقطې ته نه بونځئ، یا به دلته راسره ښکېل یاست، یا به واضح وایست چې موږ ناکامه یو، نور تش کړو چې موږ خپله معامله وکړو. بل چاله استقبال کرده از خروج خارجی ها حکومت افغانستان، هر روز میگفت که هیچ مشکلی پیش نخواهد آمد. معاون اول رئیس جمهور گفت نه دریا خشک خواهد شد، نه هم آسمان به زمین خواهد خورد. بالکل ام امنیت شورا دیه طلبه کوه چه امریکایان اوز خیر خیریت این مجرم دایی ام رئیس اب جمهور ولی دلتی محاکمه دا وضعیت و نکره دلته پکار دا وه چې امنیت چاره محاکمه د وضعیت کړې وای، رئیس اب جمهور محاکمه د وضعیت کړې وای، او د هغه امنیتي پروتوکول له مخې، هغه امنیتي قرارداد له مخې د دوی سره خپله معضله حل کړې وای. امریکا ته چې افغانستان نه وځې، موږ تا نه ګروو، نه هم تا تړلی سو. ولې ما ته دا ووایه چې ته د شکست له مخې ځې، د ناکامۍ له مخې ځې، او د که د ځان دپاره یوه لار د غلا سنجې. دا وضعیت دوهمه خبره دا ده چې رئیس اب جمهور او زموږ افغان امنیتي ساختار، تاسو وګورئ هیڅکله زموږ په ملک کې دغه نسته، اصلاحات نسته، او پرس و بازخاص و پشتنه نسته، تحلیل و ارزیابي نسته. په دې لس کاله کې، په دې شل کاله کې نه یو مسؤول ته کومندان د کلي وردو، کومندان د لیوا، کومندان د کنډک ته علني مجازات ورکړه سو، نه مقامات، نه یو وزیر دفاع ته. وګورئ وزیر صاحب دفاع د افغانستان چې اسدالله خالد یوه میاشت مخکې استفا وکړله، ولاړله، استفا یې منظور سوله، آیا د افغان حکومت د ده د استفا په مقابل کې د ده څه وپوښتل چې راسه ملت ته وضاحت ورکړه، ته چې نن استفا کوې، کال مخکې دې څه کړي دي، میاشت مخکې دې څه کړي دي؟ زما معلومات د یو افغان په صفت دا دی چې تغییر و تبدیل د معاملې پر برابر و. هر کومندان د کلي اردون د څه په مقابل کې مقرریدی؟ روغنیاتو، تجهیزاتو، یاشاو، البسه یا د روپو په مقابل کې هر څه تر هغه وخته یې خپله معامله وکړله، ښه هر څه یې آمده کړله. مخ نن د میډیا د لارې درته وایم، زموږ بعضې ملګري د کمیسون چې چون مرزه په دفاعي کمیسون کې یم، د زما خبرې به هم وري، خپله بیا اسدالله خالد هم شاید اوري چې ما ورته وویل ته چې وایه چې امریکا دې ووځي، زه هېڅ مشکل نه لرم. آیا ستا خارجي پاسپورټ په جیب کې دی، او روپۍ دې پیدا کړي دي؟ د ملر سره هم شاندي والي لري، زی په امریکا کې کښېني، او که دلته کم نیرو قوت لري خو ماته یې راوښیه. زوم باید دلته تحلیل څه وایي وزیر دفاع د خپل پر سر ولاړ. سوال است که چرا پس از 20 سال و آمدن میلیاردها دلار به افغانستان مصرف در نیروهای امنیتی و دفاعی و آموزش و تجهیز و ترنینگ و اینا، چرا غافلگیر شوه حکومت افغانستان و نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان؟ هیچ کله د مبدا څخه تر صفره پورې په افغانستان کې محاکمه د وضعیت ونسو، تحلیل ونسو، فکر ورباندې ونسو. بس هر څه نمایشي د افغانستان د حکومت ته ګورې، ټول د کاغذ د مخې، د میډیا د مخې، تا اوس چې د خیزش مردمی خلک فیسبوکو کې بلا کوي، دوی دې د عقل ماته په عمل کې وښیي چې سړی ته خیزش مردمی دې راپورته کړي دي، معاشات دي، فیسبوک دي، میډیا ده، ته راوښیي چې تا په کوم اول خط کې کښېنولی دي، تا د کومو ځایو څخه ټول زګورې مسؤلیت. ما درته وویل چې په افغانستان کې اصلا مسؤلیت معیار نه دی. څوک چې ښه نمایشي حرکات کولی شي، څوک چې ښه میډیا ته ښه په صحت و بلاغت سره بیادبي ډېره ما درواغ ویلی شي، هغه په افغانستان کې مخته ځي. دلته اساسي مسایل نشته، نه د یو چا څخه تحلیل و ارزیابي شته، نه د یو چا څخه پوښتنه کول شته.
تشکر. مدبر صاحب، شما فکر میکنین که مقصر وضعیت فعلی کیست؟ کیها هستند؟ در کجای حکومت هستند؟ امی بغلان چندین ولسوالی بدون جنگ رها شد، پاسگاه ها، پایگاه های ارتش رها شدن با تجهیزات و امکاناتشان و گفته شد که معاملات کلانی و پنهانی صورت گرفته. در این شک نیست که مقصر اول مسئولین رده اول امنیتی در کشور است، شخص اول کشور رئیس جمهور است. ببینین تابعی قواد افغانستان یک تابعی درست نبود، تابعی بود که به اساس حمایه بی 52 تنظیم شده بود. زمانی که خارجی ها میخواستند برایند، باید این تابعی قوا سرش تجدید نظر میشد. پست هایی ده که چندین سال بود یا بیزایی ده که چندین سال بود توسط بی 52 حمایه میشد و توسط هوای حمایه میشد، آیا این ظرفیت در اردوی افغانستان بود که بیزا را حمایت بکنه به قسمی که قبلا میشد؟ قطعا نبود. باید این بیزا همه عقب نشینی تکتیکی که میگن یا بسیار مسئولانه یا میامد در مراکز جمع میشد که اینقدر مسئولین غفلت کردن که این غفلت یه جا باعث تشخیص و بالا رفتن روی دشمن شد. یک بیز در یک جای قرار داشت که سالا بود، پرسونل ازی تغییر و تبدیل نمیشد، وقتی کمک هم برش نرسید تبلیغ منفی دشمن باعث شد که اکثر بیزا سقوط بکنه. در این جای شکی نیست که یک حلقه آمد نظام در کنترول گرفت. متاسفانه چیزی را که اونا تصمیم گرفتند با واقعیتی که در افغانستان میگذشت اصلا تطابق نداشت. شما ببینید شورای امنیتی که سه اداره تکنیکی و نظامی را اداره میکرد، شما تصمیم گیری های اینا را ببینید که آمدن بردمل اردو را در صد اولسوالی به صفت قماندان اولسوالی بردن. بدبختانه اولین سقوط از همون جایا شروع شد. تصمیم گیری های بسیار بیجا، تصمیم گیری های بسیار اشتباهی کشور به این جرسان. یک دگرمن در بست استرجنرال آمدن اینا تعیین کردن. ما ظاهرا انتقاد داشتین از گماشتن فرماندهان پلیس ولسوالی ها از طرف شورای امنیت ملی کشور که چند ماه پیش انجام شد. بدبختانه چیزی دیگه که در اردوی ما تطبیق شد که بسیار کمر اردو را شکست، جنرال های با تجربه را با 100% ماش به تقاعد سوق دادند. 100% ماش شمی گیره در خانه هایشان خواب است. جوانسازی کردن اردو را، جوان هایی را آوردند که از تجربه کم برخوردار بودند. و یک طرف دیگه هم بدبختانه در داخل نظام به یک روحی بود که یک تعدادی که سالا تجربه جنگ در برابر تروریست ها داشتند، مجاهدین و مقاومتگرا بود، یا را دیدیار کردن، بعد از دیدیار تقاعد دادن. یعنی یک قسم نظام آمد کارای را به پیش گرفت که دشمن ای را میخواست. دشمن اساسی ما و شما پاکستانی ها شناخت کافی از این ملک داره. ببینین هر 30-40 سال میخواه همه چیزی ما و شما را از بنیاد ویران بکنه. شما ما و شما شاهد از این هستیم که دوره سقوط قبل اردوی ما پاشید چقدر صدمه کلان وارد شد. باز که یک اردوی شکل گرفته در این کشور، یک نظام شکل گرفته در اینجا، باز با اونمو توته بعد از 20 سال میان که افغانستان باز برگردانند به اون نقطه صفری. بدبختانه در این کار نظام تا یک بخشش با اینا موافق پیش رفت. قسمی که پیشتر گفتم، جنرال های با تجربه را تقاعد دادن، نیروهایی که ضد ایا بودن اینا را دیدیار کردن، به خانه هایشان شاندن. وضعیت آمد به اینجا و تصمیم های سیاسی غلط مشاورینی که برای صاحب جمهور و شورای امنیت کار میکردن، با مشوره های غلطی از اونا نظام به اینجا رسیدن. مردم از نظام اقسم ناراض ساختن. حال هم سر وقت است. من سر مامون صاحب اول ریاست جمهوری که از یک تبار، از یک سمت یا از مجموعه نمایندگی میکنند که تجربه کافی از زمان مقاومت و در مسائل استخباراتی هم دست بالا دارند، حالا هم دیر نشده که برگردن به خط اصلی مردم. نیروهایی که بز واقعا توانایی جنگ دارند، رهبری را دارند، با اونا برگردن، ملت بسیج بکنن. 4 تا آمادگی که آمال دست بیگانه است. ببینین این تروریست ها در چه چوکاتی افراد فعالیت بکنن؟ آقای مدبر، یک سوالی کلانی که مطرح است است که خب پس از آزاد شدن یا پسگیری بخش های از دست رفته،
همین خیزش های مردمی با قمندان هایشان از ولسوالی های مختلف اینا بلند شدن سلاح برداشتن، اینا چی میشه سرنوشتشان؟ اینا کدام چیزی به دست میارن؟ تنخواه میگیرن؟ پاداشی دارن؟ خانه دوباره پس میرن؟ تفنگشان چی میشه؟ یک سوال کلان است. ببینید ما و شما چند سال قبل هم تجربه ای گپ در ولایت ما بغلان داشتیم. زمان کندوز سقوط کرد، نیروهای آمدن، اول این نام خیزش یک نام ترجمه شدگی هم یک تعدادی که یک نام بسیار سبک است. این مردمی که بسیج شدن به خاطر دفاع نظام، شما شاهد یه بودین که 4-5 ماه تمام حلقه شهر بغلان در کنترل این نیروها بود. زمانی که وضعیت به طرف ثبات رفت، این نیروها بسیار مسئولانه همه چیزی را که در اختیارشان حکومت داده بود دوباره به نظام تسلیم کردند. این مجموعه از سیستم و نظام دفاع میکنند. دستاوردهایی که 20 سال شده باید ایره ما به آسانی از دست نتیم. اگر باز برگردیم به نقطه صفری، ای یک آسیب کلان است که سیستم میبینه این نظام. ما فکر میکنم که اگر ای یک ذره در حال که شما سیاست های حکومت را به شدت انتقاد میکنین، میگین انجام میدن، نتیجه همین سیاست هاست وضعیت فعلی، خب فردا دوباره تکرار میشه. یعنی کار بنیادی تر از کارهای زودگذر این نیست که از بالا اصلاحات بیاید؟ ببینین این سیستم خوبیش به ایست که هر چند سال تعویض میشه. بله. درست است ما انتقاد از سردمدارا داریم، چند سال باقی مانده، سال دیگه مردم تجربه بگیرن، تجربه گرفتن قطعا به این مردم هایی که خب وقتی کاندید شده ندارن دیگه به چهره های رای بودن که به اینجا نرسن. یک خوبی سیستم امی است. اگر یک تیمی میان که با سیاستگذاری های غلطشان کشور را به پردگاه سقوط میبرند، ملت باید از این وضعیت باید از سیستم و نظام دفاع بکنند. چند سال دیگه باز رای نتند، ما یا برای عبد نیستند، ملک الطوایفی نیست که برای عبد باشند. ما صدای ما به این است که مردم بسیج شوند، از نظام حمایه بکنند تا این سیستم نشکنند، دیگه برای از این رای نتند، تصمیم بهتر بگیرن. یا پاچا نیستن که برای همیشه باشن، ما بیایم برای سرنگونی از یا اقدام بکنیم. تشکر. اینا از طریق انتخابات آمدن برمیگردن پس به جای اصلیشون. و نتیجه ای بسیج مردمی یا ملی که شما دارین میگین، فکر میکنین خوب خواهد بود؟ قطعا یگانه چیزی که خطر بالقوا گفته شده پنداشته میشه، جزیره های قدرت شاید به میان بیاید، تفنگ ها خطرناک میتونن باشن، چون این چیزی فکر نمیکنین اتفاق بیفته؟ ببینین اگر ما میخوایم نظام به طالبا بتیم، بله، خطر ای بیشتر است که یک گروه سیاه میاین که چهرهشان به کل اگه هوایداست، یا ای که شاید یک به مدت کوتاه یک بینظمی از اثری مسلح شدن به وجود بیاید، مگر قابل مهار است. ای به این اندازه نیست که ما نظام از هم بباشیم به دست تروریست بتیم. یه هم بدبختانه ما یک بخش آگانه یک بخش ناآگانه تبلیغ دارن ایره. ما فکر میکنم در این شب و روز رسانه‌های غربی بیشتر تبلیغشان ای است که یارا وحشت نشان داده است. آیا تروریستی که به هیچ چیزی اعتقاد ندارن، به هیچ اصول پابند نیستند، به جز از ترور و دهشت و وحشت، این مسئله‌ای که میگن یا این ملتی که آگاهانه تمایی که نماینده مردم هستن، وظیفه قانون سازی است، میریم در سنگر به خاطر دفاع کنار نیروهای امنیتی قرار میگیریم، آیا خطر ما بیشتر از تروریست است؟ ما خو آگاهانه میریم از نظام حمایت میکنیم. درست. فکر میکنیم این تبلیغ منفی هست به خاطر تضعیف نظام و بیشتر جنگ روانی را پاکستانی ها دارن میکنن که این نظام به چیزی که خودشان میخواست باز اردو را بپاشن، سیستم را بپاشن، باز ما را در یک نقطه صفری ببرن. آقای سادات، دید شما در این مسئله چی است؟ مسلح شدن مردم. حکومت از یک طرف میگه که به دنبال ملیشه سازی نیست و مخالف ملیشه سازی است، از یک طرف مردم دارن هر روز مسلح میشن شدن در بخش های گوناگون افغانستان. خب مردم حکومت انتخاب کردن و وظیفه نظام یا حکومت یا دولت است که امنیت مردم را تامین بکنه، امنیت را بیاره، از کشور دفاع بکنه. اگر قرار است که مردم خودش بلند شود، تفنگ بگیره، از خودش دفاع بکنه یا از مناطقشان، حکومت چیکار است پس؟ خب حکومت رها کنه بره پس؟ چون این نیست فکر میکنید؟ خب با توجه به تهدیدات موجود و این قابل ستایش است که مردم ما احساس پیدا کرده در برابر تهاجم بیگانه استاده شوند. از سرزمین خود، از جغرافیای خود، از موقعیت خود، از ولسوالی و قریه و ده خود اینا دفاع کنند. ولی
اگر در اینجا سردرستیز وزارت دفاع ملی، اداره امنیت ملی افغانستان، وزارت داخلی افغانستان این مکلفت به عهده بگیرن که نیروهای بسیج مردمی را اینا منظم بسازه و در قیمومیت خود قرار بتن، حتی اگر احتمالاً شوند که گنجایش داشته باشد در شامل تشکیلات خود بسازن و زیر نظر قلیوردوها اینا کار بکنن، زیر نظر ادارات امنیت ملی ولایات اینا کار بکنن، این یک امر ضروری هست برای دفاع، برای کمک به نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان و در همچون مقطع زمانی اشد ضرورت است. یعنی کمتر بیشتر از 300 هزار نیروی امنیتی کافی نیست؟ کافی. ما شما دیدیم که در حدودی دو نیم ماه تقریبا 100 ولسوالی رو ما دست داریم. دقیق، بله. اگر احتمالاً قوتهای ما منظم اینا عملیات های را سازماندهی میکردن، پیشتر که گفتم ساحات خود را کور میکردن، یک پلان منظم میداشتن، ما به همچه حالت گرفتار را میشتیم. حکومت ناکام است در تامین امنیت مردم و کشور. و حالا مردم چنین است آقای صاحب؟ مردم خوشبختانه که مردم ما بیدار شدن، به این باور و به این نتیجه رسیدن که قوت های مسلح ما کم و بیش ضعیفی میکنه، بیان که ما یاری برسانیم. به اون لحاظ یک امر ضروری هست که اینا قوات های مسلح خود حمایت بکنن، کمک بکنن. ما این تاریخ داریم، این تجربه را از گذشته های خودم داریم که مردم ما در شرایط حساس در برابر احساس شدن در برابر قوات ها، قوات هایی که اونا او را بعد نتیجهش هم دیدیم. بله، نتیجهش هم دیدیم که چی شد. ولی ما خدمت شما عرض کردم، جنگ های داخلی، جنگ های درون حزبی، بله، همی خیزش های، همی بسیج روز اول و دوم شما در مزار وقتی دیدین چند صف شکل گرفت، به یاد جنگ های داخلی و حزبی و اینا نفتیدین؟ یقینا ما خدمت شما عرض کردم که ما از یه تشویش خود داریم. بله. چرا عناصر مغرض میشه که در بین صفوف عمیق بسیج های مردمی ما رخنه وارد کنه و اینا اخلال بکنه و اینا مردم ما را اذیت آزار بکنن و اینا دست به چور و چپاول بزنن که همچو نمو کلکتیف های ما را باز بدنام بسازه. این گپ های هم وجود داره. آن من خدمت شما اشاره داشتم که اداره امنیت ملی افغانستان، پلیس افغانستان و استردرسیز افغانستان باید فعال شوه، اینا رو باید مدیریت بکنن دیگه. یک بسیج کار داره، یک تنظیم کار داره، یک استعمار قوت کار داره، این باید بسیج شوه. مردم ما که بسیج شدن، حالی از او باید اینا حمایت کنن و درست ایار استعمال کنن. در غیر از او باز ما خدای نخواسته با مردم خود مواجه میشیم، با مردمی که باز اونجا در حالت بی‌دفاعی قرار داره که چور و چپاول نشه خدای نخواسته. تشکر آقای افغان. 12 روز میشه فکر میکنم، بله اگر اشتباه نکنم، یا 11 روز از معرفی سرپرستای وزارت دفاع ملی و امور داخله. هر دو وعده بهبود وضعیت را دادن، هر دو هر روز میگن که در آینده نزدیک وضعیت خوب خواهد شد و در 3 هفته یا 2 هفته وعده سپردن که بخش های از دست رفته را پس بگیرن. سرپرست وزارت داخله گفته که خب طالبا مورچه هستن، بال کشیدن، بالایشان هم قطع میکنن. میبینین نشانه های از بهبود وضعیت را یا بهبود مدیریت را اگر بگویم؟ بله، تاسو ګوري یو هسي حالت وي په نورمال حالت کې یو مدیر کولی سي چې وضعیت دپاره تصمیم ونیسي. هغه نورمال حالت وي، ولې په یو داسې حالت کې چې متاسفانه مشکلات اوج ته رسېدلي، بیا که یو مدیر هم ورسي د هغه دپاره دا موضوع لږ سخته ده چې دی مدیریت کوي او رهبري کوي. تر کومه حده چې زه خپل وزیر صاحب دفاع پیژنم، چون زه خپل هم د تر څوکۍ اداره لاندې یو مامور یا افسر تیر سوی یم، او خپله مې د ده سره په جنګي محاربو بعضې دغو کې کښېنستلی هم یم، څوکۍ اداره کې کښېنستلی هم یم. یو ښه جنګي مورال او ښه مدیریت او رهبریت لري او ورسره ستا دی. د وزیر صاحب داخله سره په ملکي لحاظ پیژنم، من تا په نظامي لحاظ ما سره د ده په هکله معلومات نشته، خو متاسفانه چې دا حالت دغه هلته رارسېدلی دی چې مدیریت کول یې سخته ده. پرسونل په حالت د عقب نشنۍ کې دی، پرسونل په حالت د ذوب کې دی، پرسونل په مدافع حالت کې دی. د دې حالت څخه ایستل وخت ته ضرورت لري او یو بل قوت ته ضرورت لري چې یو کوي قوت ورته پیدا سي چې تر څو دا جنګ مهار کړلی سي، بیا وروسته تر دې مدیریت کړلی سي. مدیریت په دې معنا نه دی د ده سر خوبي پنجاودو تیاره نسته چې اوس دی ولاړ سي خپله وزیر د دفاع. اما هر روز ولسوالی های بیشتر هم شما میبینین که از دست میره.
بلکل دا چې دی ګوره دلته یو رواني جګړه ده، دلته تبلیغاتي جګړه ده، دلته خلقو هم د دولت څخه فاصله نیولې ده او خپله امریکا هم ضد نکي شعارونه ورکوي او د دې په ضد طالبان هم خپله یوه انګیزه خپره کړې ده چې موږ د امریکا سره تفاهم ته رسېدلي نور حکومت موږ ته سپاري پرسونل یا خلکو ته دا انګیزه ورکول سوې ده چې دوی ولاړ سي د طالبانو سره یو ځای سي د ځان دپاره یوه د حل لاره پیدا کړي. دلته ډېر کار ته ضرورت شته په دې اساسو شرایطو کې یوازې او یوازې یو قوي قدرت هغه زموږ افغان امنیتي دفاعي ځواکونه اوس په ډېر بد حالت کې قرار لري. هوایي ځواک ته ضرورت شته چې اشد الضرورت دا دی چې باید زموږ هوایي ځواک د پتن حمایه سي او د دوی دپاره ایثار په واک کې ورته ورکول سي. داسې کینیګل نه چې دا اوس فقط نه ګوري په نظامي شکل سره که اوس امریکا وایي چې موږ افغان دفاعي دغه هوایي ځواک حمایه کړی دي، موږ په اصطلاح تجهیز و اکمال کړی دي منطانه مسلح شدن مردم کمک کننده نیست از دید شما؟ نه، دا وضعیت د خلکو تر کنټرول وتلی وضعیت دی، دا نه په ولس راګرځي. ولس به څه وکړي؟ د یو توپک سره درېږي، هغه تهاجمي حملات دي، ضربات دي چې واردېږي. بعضې ولایتونه لکه هلمند چې تقریبا د حکومت په لاس کې لس په لس کیلومتر کې مساحت د په لاس کې نه دی، په دې کې دا ټول خلک چې دلته اوسېږي یا اسکار دی یا د امنیت ملي کارمند دی یا د وزارت دفاع کارمند دی یا د ملکي کارمندان دي. د دې څخه علاوه اضافه خلک شته نه، موږ ټول په ټول هلمند کې چې ډېر خلک وي یو لس زره کوره به اوس یا لس زره کوره فکر نه کوم به د دولت په ساحه کې هغه د ټول حکومت همدا اداري منصوبین دي چې دلته اوسېږي، یا د کاکا زوی دی یا د شهید زوی دی یا د زخمي زوی تیره رسوی خلک هغه هیڅکله د حکومت سره نسي ځای کېدلی. دغه اوس چې پیلن موږ ورته وایي خیزش مردمي این آن، دا یا هغه د اردو څخه راتښتېدلي خلک دي پوستې خوشې کړي دي یا د پولیسو څخه راغلي دي یا د امنیت څخه راغلي دي، هغه زاړه خلک دي تا وبالا کېږي. دلته نوی قوت نسته، نه نوي خلک د جلب جذب سه. دلته اساسي مسایل حکومت ته پکار دا دي چې د امریکا سره دا چې دوی تللي وو د دې خبرو په ترڅ کې باید دوی د خپل هوایي ځواک خبره کړې وای، دوی دلته د یو قوي ضرباتو خبره کړې وای تر څو چې د دښمن مخ واوړي، تر څو چې د دښمن وخت مخوانه وړي. په لس زره روپۍ اوس اجنبي خلک نه راځي چې هغه د ده د کور کرایه نه کېږي چې دی بیا راسي دلته خیزش مردمي. او په دې حکومت د هېچا دفاع هم نه ده کړې. که یو عالم ولاړ سوی دي د حکومت په دفاع کې یو شعار ورکړی دی، هغه عالم دا بله ورځ په مسجد کې پر سر ویشتل سوی دی، که یو په اصطلاح یو بانفوزه شخصیت سپین ږیري، د هېچا دفاع حکومت نه ده کړې. په حکومت کې دا ظرفیت نشته چې د ولسونو دفاع وکړي. په کم میکانیزم به ولس راځي د حکومت سره به په دې شرایطو کې په دې اساس وختونو کې به یو ځای کېږي. دا د ملت او د دولت په سترګو کې خاورې شیندل دي. هغه څوک چې خیزش مردمي جوړوي هم زما په نظر د ځان دپاره اشتباه کوي، هم د دې ملت دپاره اشتباه کوي، هم د دې نظام. او که حکومت پر دې باندې سل فیصده مطمئن وي، زه په اوسه جنوبي غرب کې وایم، شمال ماته نه معلومېږي، زه په خپل استقامت کې وایم، که حکومت سل په سله پر دې باندې متیقن وي او په دې باندې باورمن دي چې دا خیزش مردمي به ما ساتي، دا نمایشي حرکت شین اصلا کښي نسته. دوی خپل د افغان د دوایي ځواکو د حمایې خبره وکړي، د تجهیز د اکمال خبره دې وکړي، د خپل اردو پولیسو د تجهیز د اکمال خبره دې وکړي. دا اوس تیل نسته، سلاح نسته، هېڅ شی نسته. تجهیزات او اکمالات په صفر کې زاد دا اوس پیلن. او د فساد خبره دې د منځه ویسي، خپل سپوب دې اداره کړي. درست آقای مدبر، پنج روز پیش سرپرست وزارت داخله گفت که طالبا در سه هفته آینده نابود میشن. خب دو هفته بیشتر از دو هفته مانده و گفته میشه که یا حکومت وعده سپرده که در ده روز بخشهایی که از دست رفته پس گرفته میشن. با سرعت کاری که حکومت و نهادهای امنیتی داره باورمند هستین شما؟ پیش از او در مورد این بسیج ملی که شما دارین میگین ظاهرا کارساز نیست، به جای مسلح شدن مردم به بخش‌های دیگر یا تقویت ارتش توجه بیشتر شوه، شاید وضعیت بهبود پیدا بکنه. آنچه که آقای افغان دارن میگن، با عفظ احترام به نظر آقای افغان، من فکر میکنم که اینا بیشتر زیر تاثیر تبلیغات منفی دشمن رفتن. ما در این جای شکی نیست که تشکیلات اردو و پلیس ما ارقامی که اعلان میشه بدبختانه فرار یا ترک از مسلک به مراتب براست، این تشکیلات ما کاملا ناقص است، تشکیلات ما تکمیل نیست. این بسیج یگان و او طرف دیگه هم دشمن تیاره ندارد، چیزی بیشتر از ما ندارد. این جنگ روانی است که ما باختیم. ما در جنگ روانی تبلیغاتی ساعت باختیم. دشمن اگر تیاره داره ما نداریم،
باز بیایم این ادعا را بکنیم، او چیزی را که ما از دست دادیم مورال است، سرباز ما از دست داده مورال است، ما وکیل میم او را برتر میگیم، او مخالفین هم یک تبلیغ روان است که از او هیولا ساختیم. در صورت چهار تا بیفرهنگی است که تحت تاثیر بیگانه حرکت داره، همه چیز نابود دارن. بسیج ملی حرکت یگانه رایش است که ما دیده رو استیم خارجی ها میرن به خیر برن، نمیشه که او روی منافع خودشان در کشور آمده بود. یگانه چیزی که خلا را پر میکنه بسیج ملی هست که این مردم حرکت بکنه، استاد شوه. اول این گپ باعث این میشه که مردم فاصله را که از نظام داشتن، طبیعی است وقتی در کنار نظام استاد میشن، در قدم نخست میان این کمبوتات را تکمیل میکنن، از اردو و پلیس داره امی کار روان است. وقتی که مردمی که با حکومت فاصله گرفته بود در اثر سیاستگذاری های غلط، حال کار به جای رسیده که نظام در فروپاشی رسیده، مردم استاد شدن، بسیج شدن. در قدم اول به حکومت که مراجعه میکنی میگینی تشکیلات ما خالص، مردم تنظیم شده رایستند به این سیستما. اگر ما بیاییم این سیستمای حکومتی را با بسیجی که روان است تکمیل بسازیم، دشمن از ما و شما بیشتر قوت نداره. با انگیزی را که خلق شده، ما باور دارم جلوی این پیشروی دشمن گرفته میشه. در رابطه با سوال شما، من فکر نمیکنم که به این سرعتی را که وزارت دفاع و داخله گفتن تغییرات بیایه. آیا ما کدام نیروی نداریم که از جای دیگه بیایه به سروقتی نظام برسه و او طرف اینمی بسیج ملی است، این زمان میگیره. من قطعا به تغییر وضعیت باور و ایمان دارم که حالا مردم تصمیم گرفتن از نظام، از نیروهای امنیتی دفاع بکنن، زمان میگیره. پیشروی ها شاید ما یک ولسوالی را، یک ولایت از دست بتیم بگیریم یا مخالفین بگیرن، مگر به مرور زمان اردو و پلیس ما دارن در یک جنگی جدید تجربه دارن. یقین کامل دارم که ایره موفق میشه ملت ما در کنار نیرو استاد شوه. این پیشروی هایی را که طالبا به این سرعت داشتن از این بعد نخواد داشتن. نیروها هم در حالت بسیج شدن هستند، مردم هم آگاهی داره. با تروریست ها فکر کنم امو یک ماهی داشتن یا یک فصل داشتن که بیشتر استفاده کردن، بعد از این ما این رقم سقوط ها را شاهدش نخواد بودیم. تشکر. سادات صاحب، شما هم فکر میکنین ماه اصل طالبا داره تمام میشه یا تمام شده تقریبا یا متوقف شده یا نه؟ ما به باور ما ذهنیت های جهانی منطقه مخصوصا حامیان طالب ها ذهنیتش تغییر کرده. شما بیانات دیروز عمران خان تازه شنیدین که اونها اشتباهات تاریخی را که مشرف کرده بود بر قضایای افغانستان اعتراف کرد که ما اشتباه کردیم در مداخله با امور افغانستان. ما باید از لحاظ اقتصادی با افغانستان کنار بیاییم. رای ما با تجارت ما با آسیای میانه افغانستان است. ما یک اعتماد سازی را باید بر افغانستان به وجود بیاریم. ما دیگر با گروه ها را نباید حمایت بکنیم و نباید اونا را ما دیگر عاملی قرار بدیم که خدای نخواسته باعث بی ثباتی ما و افغانستان شود. از این لحاظ ما خوشبین هستم به یک چیزی که وضعیت جهانی هم تغییر کرده. شما شنیدین که سازمان ملل متحد، یک سازمان با اعتبار جهانی، گفت که ما دیگر امارت اسلامی را در افغانستان قبول نداریم و طالب ها از طریق زور نمیتونن قدرت را بگیرن. و در عین زمان خوشبین هستیم که قوت های مسلح افغانستان در هماهنگی با مردمی خود از سیستمی به ساله ای که ایجاد شده از دفاع میکنه، از جمهوریت دفاع میکنه. جمهوریت بقای افغانستان است، این سیستم بقای افغانستان است، شخص رئیس جمهور نیست، سیستم هست که ما از او باید حمایت بکنیم و این حمایت باید حفظ شود. این بقای افغانستان است و ثبات افغانستان ثبات منطقه است. ما خوشبین هستیم از این لحاظ میریم به سوی چی. طالب ها باید رای خود را تغییر بده، شیوه خود را تغییر بده. جنگ رای حل نیست، برن به سوی مذاکره به استانبول و یا به قطر بشینن با افغان های خود مذاکره بکنن و یک رای درست را انتخاب بکنن که برای بقای افغانستان او ضروری و لازمی است. رهبری تازه در اردو نهاد امنیتی روی کار آمده. آقای سادات، شما باعث یک نظامی اگر با چنین وضعیتی روبرو می شدین یا شوین، اولین دو کلانترین کاری را که می انجام می دادین یا می انجام می تین چی هستن یا چی می تانن باشن که این وزارت ها انجام بدن؟ حرف از معامله است. ولسوالی ها بدون جنگ رها شده، امکانات به دست طالبا افتیده، سازش
مطرح شده، بزرگای قوم چند نفر بازداشت شدند که اونا زمین سازی کردند برای سقوط ولسوالی ها، ضعف مدیریت در سطوح پایین و بالا مطرح بوده. چی بکنن فکر میکنین که وضعیت تغییر کنه؟ خب وضعیت من خدمت شما عرض کردم که دولت به هر قیمتی که میشود بله؟ یک هماهنگی اجماع داخلی را به وجود بیارن، یک تفاهم کلی ملی به وجود بیارن، در صفوف نیروهای امنیتی بله. در جنگ، کسایی که در جنگ مصروف خب، هستند، خب اینا تکیگاهی قماندانی که مثلا بدون درگیری یک پایگاه را رها کرده، درست بله. یک قماندانی که سازش کرده با طالب، یک قماندانی که مثلا با یک بزرگ قوم دست یکی ساخته، یک ولسوالی را سقوط داده، بی کفایت بوده، بی سواد بوده، سلیقه‌ای گماشته شده، از تجهیزات دزدی کرده، تشکیلات خیالی داشته، صد تا مشکل داشتیم که ولسوالی را سقوط کرده. سپردن وزلجش بدون توجیه بله؟ بدون توجیه نظامی، سپردن وزلجش، تسلیمی سلا وسایل و تکنیک نظامی به دشمن خیانت ملی است بله؟ خیانت ملی در تعریف، در قانون تعریف خود داره که اشد مجازات است. ما طرفدار ازی هستم که یک انضباط آهنینی در اردو باید در قوات های مسلح افغانستان حاکم شوه که کسی که وزلجش خود را به دشمن به سهولت تسلیم میکنه او باید اعدام شوه، اشد مجازات. سپاسگزارم. ای از لحاظ نظامی و دسیپلین عسکری یک وجیبه ملی است و وظیفه دولت است، وظیفه سرخماندانی علای قوم مسئله است، باید تطبیق شود. در غیر از او ما ورشکست میشیم. ما اگر دموکراسی را در اردو تامین میکنیم و ما ورشکست میشیم. درست. افغان صاحب شما میبینین هر حرکت هایی که حکومت داره انجام میده برای بهبود وضعیت یا برگشت به حالت اولی یا دو ماه قبل، خوشبین هستین؟ فکر میکنین وعده هایی که سپرده حکومت میتونه عملی شود در مثلا یک ماه آینده؟ هنه پا دی شرایطو که دیر سخته ده بل. نه لکه شغلی مدبر صاحب چه ورته اشاره وکرله چه ولس باید ودریجی، زده ده خبر تاییدوان ولی صحه و شرایط پرک لری. تاسو گروهی پا افغانستان که تقریبا په جنوبی افغانستان کې، یعنی اوزای جنوبی غرب کې، نوی په صدخه ورو د طالب پلاس کې د غو جلب جذب ډیر وسیع دی. نسته وکړي نه اداره لري نه این لري نه آن لري. خلک ځوانان چې خپل خواهشات پوره کول غواړي، دی ماښام تن توپک په لاس ورکوي، مخابره جنگ استعمالي او هلته په اصطلاح د غم نسته اغه حب الوطن په اصطلاح اغه تشریع منسته الته په هر جماعتونو کې تبلیغات منفی دي. نو ځکه جلب جذب د حکومت کمزوري دي په دې اساس او شرایطو کې زه فکر نه کوم چې ډیر ژر دي تغیرات راشي. ولې که زموږ حکومت وکولی سي په دې دوه میاشتو کې دا کم ساعت چې د دوی په لاس کې دي همدغه وساتي، دا هم خبره ده تر څو بیرته آینده کې خپل طرزالعمل ته تغیر ورکړي او کرار کرار جلب جذب وکړي، خلک پر پښو ودري، رایه ولي د ځانه سره یې ملګري کړي. یو اساسي خبره د حکومت لپاره پکار دا ده چې حکومت هیڅکله مکافات او مجازات اصل نه کی گفتن باید در نظر گرفته شوه و عملی شوه او باید عملی شي. افغان دا شان چې موږ لیدلې دي د افغانستان په حکومت کې هیڅکله نه دي تطبیق شوی. د اول ورځې نه تر اوسه سپاسگزار اجازه عملی نشده. مدبر صاحب ساحاتی که از دست رفته باید پس گرفته شون، یا افغان صاحب میگه که همین محلات یا ساحات یا بخشایی که در اختیار است نگهداری شون، اونها گذاشته شون برای فعلا کم از کم؟ یک جمله لطفا. اگر اصحاد بازپسگیری نشه، ساحه سربازگیری دشمن وسیع می باشه، هر قدر حلقه محاصره را حلقه مدافع را تنگتر بکنن، این در یک زمان شکننده است. اجاب میکنه حکومت بازسازی کرده دوباره اصحاد او جاهایش که می توان گرفته ندارن و دفاعش اقدام صورت بگیره بتنین رایش امی است. درست. شما آقای مدبر، آقای افغان و آقای سادات و از شماهایی که همراهی من کردید، شب بخیر.